درود بر شما که از تهران تا واشنگتن به تماشای افق نشسته اید. سیامک دهخانپور هستم. در این پنج شنبه 25 فروردین 14 آوریل، ایران آموخته‌هایش را در سرکوب جنبش سبز به طور عملی در اختیار دمشق می‌گذارد تا معترضان سوری را سرکوب کند. گزارش وال استریت جورنال به نقل از مقامات رسمی آمریکا. احزاب کرد سوریه هفته گذشته برای نخستین بار هوادارانشان را به شرکت در اعتراضات دعوت کردند. انتقال قاسم رحیمی آذر و جلال ناصری، دو شهروند بوکانی بازداشت شده توسط اطلاعات، به زندان بوکان پس از یک ماه فشار و شکنجه فیزیکی، به گزارش خبرگزاری هرانا. و یک کشته و 16 زخمی در پی انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در برابر رستوران کردی در منطقه عرب نشین کرکوک در آستانه 8 جمعه اعتراض‌های مردمی به حکومت اقلیم کردستان در سلیمانیه. موج اعتراضات مردمی در خاورمیانه، مناطق کردنشین از ایران تا عراق، ترکیه و سوریه را با بیش از 20 میلیون کرد آرام نگذاشته است. در کردستان عراق تظاهرات معترضین به فساد دولتی دو حزب اتحادیه میهنی کردستان به رهبری جلال طالبانی و حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی در پی درخواست حزب اقلیت گوران یا تغییر به رهبری نوشیروان مصطفی معاون پیشین جلال طالبانی مبنی بر انحلال دولت و مجلس اقلیم کردستان و برکناری بارزانی به خشونت کشیده شده است. در سوریه هرچند بشار اسد در راستای فرو نشاندن نارامی ها عهد کرد به حدود 300 هزار کردی که 50 سال از حق تابعیت سوریه محروم بودند حقوق شهروندی داده شود، اما احزاب کرد سوریه با بیش از 2 میلیون جمعیت از کردها دعوت کردند به تظاهرات دیگر معترضین بپیوندند. در کردستان ایران از 4 فروردین چندین عملیات مسلحانه انجام گرفته که تایان چندین پرسنل نظامی و انتظامی کشته و زخمی شدند و ایران در واکنش به گلوله باران روستاهای مرزی کردستان عراق دست زده است. جمهوری اسلامی ایران انگشت اتهام را به سوی پژاک، حزب حیات آزاد کردستان و عناصر سلفی نشانه می رود، اما پژاک تنها مسئولیت حمله به پاسگاه مرزی مریوان را بر عهده گرفته و میگوید واکنشی بوده به اعدام یکی از اعضایشان در ایران. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا هنگام ارائه گزارش سال 2010 حقوق بشر گفت در ایران گزارش‌های متعددی وجود دارد که ایران در مواردی مدافعان حقوق اقلیت‌های قومی را به عنوان تروریست معرفی و آنها را اعدام می‌کند. In Iran, we have multiple reports that the government summarily executed more than 300 people in 2010. Many of them were ethnic minorities. For example, in May, 4 Kurdish men were hanged in Evin prison. They had been arrested in 2006 for advocating that Iran should respect human rights. They were reported to have confessed to terrorism under torture. از نارامی در مناطق کردنشین چه کسی سود می‌برد؟ آیا کردستان ایران آنطور که عرفان قانعی فرد می‌گوید قربانی پژاک است؟ جنبش گوران در کردستان عراق با نیروی قدس سپاه چه ارتباطی دارد؟ چرا آرامترین نقطه عراق یعنی کردستان دستخوش نارامی شده است؟ خروج نیروهای آمریکا تا چه حد وضعیت را در کردستان بغرنج خواهد کرد و آیا وضعیت کردها در سوریه تغییر می‌کند؟ اینها پرسش‌های امشب افق. به فیسبوک افق برید و در این بحث شرکت کنید. افق بهترین پاسخ به پرسش برنامه را انتخاب و بر روی تخت سیام منعکس می‌کند تا همه بهترین پاسخ را ببینند. سیاوش سعادتیان در گاه شمارش نگاهی فشرده دارد به وضعیت امنیتی مناطق کردنشین ایران در چند هفته گذشته. کشته شدن 2 در سنندج در حمله مسلحانه به پرسنل نیروی انتظامی، حمله مسلحانه افراد ناشناس به خودروی گشتی نیروی انتظامی در سنندج، هدف
قرار گرفتن یک پاسگاه مرزی در شهر مریوان و کشته شدن 4 تن. علی عبداللهی معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور: احتمال قوی این اقدام تروریستی کار پژاک است. پذیرش مسئولیت حمله مسلحانه مریوان از سوی گروه پژاک. اعلام کشته شدن عوامل حملات مسلحانه در سنندج از سوی سپاه پاسداران. ایرنا خبر داد: کشف یک خانه تیمی تروریست های سلفی در سنندج. مهمانان برنامه امشب آقای دکتر نادر انتصار، استاد و رئیس دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه آلاباما جنوبی، نویسنده آثار متعدد از جمله کتاب سیاست کردها در خاورمیانه و ناسیونالیسم قومی کرد. کتاب‌هایشون در ترکیه و سوریه اجازه انتشار نیافته. ایشون از موبیل در آلاباما با ما و شما هستند. و آقای عرفان قانعی فرد، محقق تاریخ معاصر و دانش آموخته زبانشناسی، از ایشون به تازگی جلد دوم و پایانی خاطرات و زندگی جلال طالبانی تحت عنوان پس از 60 سال منتشر شده. آقای قانعی فرد همچنین مترجم دو کتاب اشاره شده یا آقای دکتر انتصار هستن که در استودیو با ما و شما هستن. به هر دوی شما درود میگیم. به افق خوش آمدید. آقای قانعی فرد، شما به تازگی در عراق بودید، از عراق بازگشتید به آمریکا و در اروپا هم بودید. علت اصلی نارامی ها در کردستان چیست؟ سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز و همچنین حضور استاد عزیز و ارجمند جناب پروفسور نادر انتصار. عرض کنم به طور خلاصه میشه گفت که آنچه که هست در کردستان، آزادی در حال احتضار هست و آنچه که به عنوان دموکراسی از اون یاد برده میشه در واقع نفسهای بسیار سنگینی داره، به خاطر اینه که همه چیز به صورت 50-50 در بین دو حزب تقسیم شده و در واقع مخالفان معتقدند که این دو حزب سنتی، یکی در سلیمانیه و دیگری در اربیل، اجازه تنفس به گروه سوم رو نمیدن و همچنین درآمدهای اقلیم از جمله نفت و از جمله گمرک، درآمد اون اصلا برای کسی مشخص نیست، حتی برای نخست وزیر و حتی برای وزیر دارایی. و از همه مهمتر اینی که در واقع دولت فعلی دولتی است فلج، به خاطر اینی که یک نوع حکومت سایه در واقع اون رو از عملکرد مثبت جا انداخت. و بعد هم پارلمانی است که در واقع به جای اینکه ناظر و منتقد حکومت باشه، ابزار دست حزبی است. اینها نقدهایی است که در واقع معترضان از جمله حزب گوران مطرح میکنن و درباره ریاست اقلیم هم معتقدن که در دنیای مدرن در واقع شیوه قبیله‌ای و عشیره‌ای نمیتونه جایگاهی رو در سیاست مدرن داشته باشه. آقای دکتر انتصار، آقای قانعی فرد به گوران اشاره کردن، یک جنبش حزب نوپاست. تا چه حد این جنبش از قدرت اجتماعی و سیاسی کافی برای برکناری آقای بارزانی برخورداره؟ در مقطع کنونی به نظر من جنبش گوران اونقدر قدرت نداره که بتونه به عنوان یک جنبشی در مقابل حکمرانان در کردستان عراق باشه. ولی خب البته یه خود زوده، چون این جنبشش نسبتاً جدیده و خودش هم از درون یکی از احزاب حاکم در کردستان اومده بیرون و هنوز داره خودش رو به قول معروف تعریف میکنه که این چه نوع حزبیه. ولی در مقطع کنونی به نظر من اونقدر پایگاه قوی اجتماعی نداره که بتونه چالش خیلی مهمی رو بر دو حزب حاکم کردستان و دولت اقلیم کردستان در عراق داشته باشه. ولی در آینده خب احتمال اگر تغییرات مهمی ایجاد بشه، احتمالی وجود داره که این حزب، این جنبش به طور کلی بتونه پایگاه اجتماعیش رو قوی تر کنه. ولی در زمان حاضر به نظر من پایگاه اجتماعیش اونقدر قوی نیست. آقای دکتر، نشاره کردید به اینکه این حزب از یک حزب دیگری جدا شده. آقای مصطفی نوشیروان، مصطفی معاون آقای طالبانی بود، بسیار انتقاد میکنن که خود ایشون سالها در قدرت بوده. انتقاداتی که الان میکنه انتقادات خیلی قابل پذیرش نیست. یکی از اشکالاتش همینه دقیقا، که کسی که در قدرت بوده و کسی که با اونی که داره ازش انتقاد میکنه خیلی شریک بوده در تمام مدت طول زیادی در سال،
یک تغییرات 180 درجه‌ای به قول معروف بده، تا مقدار زیادی اعتبارش هنوز در میان مردم کم خواهد بود. آقای قانیفر، تا چه حد یک انتخابات زودهنگام میتونه مشکل رو حل بکنه؟ برش کردم به نظر میاد که مذاکرات سیاسی که قرار پشت پرده انجام بشه به نتیجه نرسیده. عرض کنم که آنچه که در واقعیت امر هست، چون سه وزیر نظامی و وزیر قضایی و وزیر امنیتی در واقع در اختیار قدرت مسلط هست، منتقدین بر این باورند که در واقع انتخابات زود هنگام نتیجه رو در بر نخواهد داشت، زیرا که نتیجه بر وفق حاکم فعلی خواهد بود. اما آنچه که در واقعیت امر هست، با فرمایش جناب آقای دکتر انتصار کاملا موافقم. دستاوردهایی رو که منجر بشه بر اینکه رئیس اقلیم رو به طور مسالمت آمیزی سعی بکنن برکنار بکنن، فکر میکنم این شیوه هنوز زوده، چرا که اون دو حزب سنتی جایگاه اجتماعی خاصی رو دارن، خواه ناخواه، چه در بین لایه‌های عوام و چه در بین روابط بین‌المللی که با کشورهای دیگه ای دارن. ولی انتخابات زودهنگام لازمه. منتهای مطلب، آن چیزی رو که در مورد تظاهر کنندگان ابراز کردن، خب بالطبع یک نوع سیاستی است که شاید برخلاف آن چه که مد نظرشون بود الان در واقع داره پیش میره. میام توضیح بدیم که در این 111 کرسی که در پارلمان کردستان عراق هست، ظاهرا گوران 25 کرسی رو داشت. کرسی از حزب دموکرات کردستان کمتر هست. آقای دکتر انتصار، این بحثایی که مطرح میشه الان در کردستان که گوران رو متصل میکنن و مرتبط میدونن با سپاه قدس، با نیروی قدس سپاه پاسداران، اینها تا چه حد مبنای درست و حقیقی داره؟ من راستش مدرکی رو که بتونم روش خیلی اعتماد داشته باشم در این مورد تا حالا ندیدم. دلیل نمیشه که رابطه ای نباشه، ولی شخص من این مدرک رو تا حالا ندیدم و به عنوان محقق و آکادمیک برای اینکه بتونم اظهار نظر دقیق در حد موردی بکنم، باید این مدرکی باشه که من بتونم روش اعتماد داشته باشم. این مدرک رو ندیدم، ولی در چارچوب فعالیت سپاه پاسداران در کردستان عراق شکی نیست که خب سپاه پاسداران یا دولت ایران به طور کلی یک منافعی داره و قدم هایی رو برمیداره که منافع خودش رو یه مقداری زیادتر کنه و خب از طریق سپاه پاسداران هم شکی نیست که اقدامات شده و میشه در منطقه کردستان عراق. فکر میکنید آقای دکتر چه کسی از یک کردستان مقتدر و آرام، یعنی در قالب یک عراق فدرال بیش از هر کشوری در منطقه لطمه خواهد خورد و نگران هست؟ اگر یک عراق یک پارچه بمونه، هیچ کدوم از کشورها به نظر من در کشورهای همسایه عراق صدمه نخواهند دید. به نفع اوناست که همسایه اینا یک همسایه باشه که در صلح زندگی میکنه. ولی اگر طوری بشه که فرض کنین یک پارچگی عراق در خطر بیفته، در این مورد 100% ایران و ترکیه دو کشور خواهند بود که خیلی روی این دو تا اثر خواهد داشت و تا اندازه‌ای هم در سوریه. آقای قانیفر، این نکته که به آقای دکتر هم اشاره کردن که اسناد مدارک خاصی روشون ندیدن، ولی در رسانه‌های کردستان مطالبی منعکس میشه، اشاره شده بود حتی در یک موردی که 47 نیروی مخفی سپاه قدس رو اشاره میکردن که اینها زیر نظر فردی به اسم محمد عسکری در کردستان عراق اومدن و فعال شدن در این روزها و تلاش میکنن که کمک بکنن به این اعتراضات. تا چه حد اینها در فضای کردستان عراق این حرفا قابل پذیرش هست و مردم واکنش نشون میدن؟ به نظرم آنچه که در واقع حزب مسلط بیان میکنه چیزی نیست که بشه اون رو بهش باور کرد، زیرا که حافظه تاریخی مردم به یاد داره که در واقع ایران بیشترین نفوذ امنیتی، سیاسی، بازرگانی رو متقابلن با اقلیم داره و اونها در ایران دفتر نمایندگی دارن، ایران در اونجا دو کنسولگری داره. از طرف دیگه آنچه که هست یک نوع بازی است برای حذف همدیگه و در واقع از ایران به عنوان یک پت استفاده میکنن، مبنی بر ترساندن کشورهای غربی و امریکا که ایران در پشت ماجرا هست. اما افکار عمومی فراموش نمیکنن که در واقع در پس از انقلاب ایران در واقع اولین همپیمان با جمهوری اسلامی خود همین حزب دموکرات کردستان بود. در ایام جنگ ایران و عراق هر دو حزب سنتی در واقع همراه و همرزم جمهوری اسلامی بودند و در واقع بعد از 1991 هم میبینیم که بیشترین اقدام این احزاب در عقد، یعنی در یک شرایطی که قدرت نداشتن، الان در کردستان واقعا اینها قدرتمندن. این احزاب دیگه مناسباتی که اون موقع حکومت جمهوری اسلامی با اینها داشت با این مناسبات الان مناسبات یک شکلی نیست. ایران یک واقعیت